پرتاب‌های میثاق اولین تلاش ایران برای دوش پرتاب‌های پدافندی. سلام عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های امروز. می‌خوایم در مورد یکی از نخستین موشک‌های دوش پرتاب کشورمون، یعنی خانواده موشک‌های پدافندی میثاق صحبت کنیم تا با اولین و پایه‌ترین حرکت ایران برای دستیابی به موشک‌های دوش پرتاب آشنا بشیم. اما قبل از هر چیز، اگر تا الان ما رو سابسکرایب نکردید، لطفاً ساب کنید و با لایک ها و کامنتاتون از ما حمایت کنید. خب حالا بپردازیم به ادامه برنامه. موشک های خانواده میثاق یکی از حرکات های پایه ایران برای دستیابی به فناوری ساخت سلاح های دوش پرتاب بودش که با کمک چین شکل گرفت. بعد از جنگ با عراق که ایران تجربه و عملکرد موشک های ضد زره و دوش پرتاب رو دیده بود و عملکرد عالی دوش پرتاب های آمریکایی در جنگ افغانستان با شوروی خودشون رو به خوبی نشون داده بودن، ایران هم به دنبال ورود به عرصه ساخت موشک های دوش پرتاب تا واحدهای زمینی و قایق های تند رو به این سلاح مجهز بشن. این گونه شد که به کمک چین دست به توسعه که موشک دوش پرتاب میثاق زد. موشک های میثاق در واقع نمونه ایرانی از موشک های چینی ونگارد هستند که چین در دهه 1990 اونها رو رونمایی کرد، که خودش هم نسخه ای از موشک سام 16 ایگلای روسی و البته برخی ویژگی های موشک استینگ رو به ارث برده. ایران نسخه پایین موشک ونگارد رو از چین خرید که در سال 1994 رونمایی شدش و اون رو در داخل تولید کرد. البته فقط نسخه اول میثاق از موشک چینی بود و نسخه های بعدی رو ایران خودش تغییر و ارتقا داد. اما میثاق یک موشک دفاع هوایی دوش پرتاب هدایت فروسرخ هستش که برای هدف قرار دادن از یک کاونده فروسرخ که در جلوی سر موشک هستش استفاده میکنه و یکی از نقطه ضعف های این موشک این هستش که در زمانی که شلیک میشه این کاونده به دنبال قوی ترین و نزدیک ترین منبع گرمایی میگرده تا بر روی اون قفل کنه، که همین قضیه میتونه باعث خطا بشه. این موشک دارای 10.8 کیلوگرم وزن که شامل 4 بالچه هدایت در جلو و 4 بالچه در عقب که هر دو ردیف بالچه جمع شونده هستند. موتور این موشک از نوع سوخت جامده که مثل خیلی از موشک های دیگه پرتاب شامل دو پیشران است، که موتور اول وظیفه خارج کردن موشک از لانچر رو داره و موتور دوم بعد از خروج موشک از لانچر روشن میشه و موشک رو به سمت هدفش هدایت میکنه. موشک دارای برد 5000 متری و سقف ارتفاع 4000 متری هستش و میتونه هدفی تا سرعت 600 متر بر ثانیه رو هم تعقیب کنه. در زمان رونمایی میثاق یکی از ویژگی هاش این بود که کابنده این موشک در برابر جامینگ فروسرخ و پرتاب فلر برای فریب موشک توسط هواگرد دشمن مقاومت بالایی داره. کلاهک این موشک یک کلاهک انفجار قوی 1.1 کیلوگرمی برخورد مستقیمه که از جمله ایرادات این موشکه، که اگر موشک به هدف برخورد نکنه دیگه به کار نمیاد، چون فاقد چاشنی انفجار مجاورتی برای انفجار در نزدیکی هدف هستش. از مهمترین ویژگی های پرتابگر میثاق میتونیم به بازه حرارتی عملکرد این دوش پرتاب اشاره کنیم. این پرتابگر در دمای منفی 40 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد قابل استفاده هستش و سامانه هدایت خودکار امکان شلیک‌کن و فراموش‌کن رو فراهم کرده و به کاربر اجازه میده سریعا موضع پرتاب رو ترک کنه و از خطر آسیب دیدن از سمت دشمن در امان باشه. اما حالا بریم سراغ میثاق دو. میثاق دو نسخه تکمیل یافته و ارتقا یافته میثاق یک هستش، ولی خب طبق ویژگی ها و تصویری که از اون منتشر شده به نظر میرسه که این موشک از موشک چینی ونگار دو برای ساختش الگوبرداری شده و بر اساس اون ساخته شده. میثاق دو نسخه بهبود یافته در زمینه کاونده است که به اون اجازه میده با اهدافی با سطح حرارتی پایین‌تر رو کشف و روی اونها قفل و در برابر فلر کارایی بهتری داره. موشک میثاق دو دارای زمان واکنش زیر 5 ثانیه است و دارای یک کاونده دو بانده هستش تا بتونه تفاوت فلر
با موتور هواگرد رو تشخیص بده. این موشک در سال 1386 رونمایی و وارد خدمت شد و این نسخه از نظر ظاهری با میثاق یک تفاوت بزرگی داشت و عمده تفاوتش هم در شکل قرار گرفتن باتری های اون هستش که کاملا شبیه به نحوه قرارگیری باتری در لانچر پرتاب موشک ایگلا هست. از نظر قابلیت های پروازی موشک در برج و ارتفاع متفاوتی با میثاق یک قرار نداره، ولی سرعت پرواز تا 850 متر بر ثانیه یا حدود 2.8 ماخ افزایش پیدا کرد. این نسخه همچنین داره یک کلاهک سنگین تری نسبت به میثاق یک به میزان 1.4 کیلوگرم هستش، ولی همچنان دارای سیستم برخورد مستقیم و در این نسخه هم از فیوز مجاورتی استفاده نشده. اونچه که میثاق دو رو متمایز کرده قدرت بالا در پرتاب موشک و اعمال سرعت اولیه بالا به موشک که موجب میشه فرصت عکس‌العمل از هدف گرفته بشه و با توجه به سرعت بالای این موشک دوش پرتاب هدف خودش رو در بیشترین و دورترین فاصله حرکتی خودش در کمتر از 8 ثانیه مورد اصابت قرار میده. خب حالا بریم سراغ آخرین نسخه میثاق، یعنی میثاق 3. این نسخه در سال 1395 رونمایی شد و در این نسخه موشک دارای لانچر پرتاب متفاوت با دو مدل قبلی هستش. دست کم تنها از نظر شکل ظاهری باتری با دو مدل قبلی فرق داره، که البته احتمالاً استفاده باتری با فناوری بالا و عمر بیشتر و زمان کارکرد بالاتر هست. ولی بزرگترین تفاوت موشک میثاق 3 با دو موشک قبلی دارا بودن 4 سوراخ بر روی کابنده موشک که در واقع فیوز لیزری انفجار مجاورتی موشک هست. در این موشک 4 پرتوی لیزر از 4 سمت موشک به بیرون داده میشه و در صورت رد شدن موشک از نزدیک هدف و قطع جریان لیزر کلاهک موشک عمل میکنه و موشک منفجر میشه و از این رو رد شدن موشک از نزدیکی هدف هم باعث انفجار اون میشه. این موشک داره که برد 5 کیلومتری و حد اکثر ارتفاع پروازی 3500 متری بوده و از سر جنگی 1 کیلوگرمی انفجار شدید استفاده میکنه. خب رفقا، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه و مطالبی که در اون بیان کردیم نهایت لذت رو برده باشید. در رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ میسپارم.